خیلی از نقص هایی که ما تو عالم میبینیم علتش اینه که جامع نگاه نمی کنیم به عالم. حتی بعضی از انبیاء الهی با همه عظمتشون وقتی جامع نگاه نمی کنن نقص میبینن دیگه. ای موسی، آیا داناتر از تو هم روی زمین وجود دارد؟ نه. ببین جناب موسی سلام الله علیه، این دیگه داستان قرآن، رفت ملاقات یکی از اولیاء خدا، تازه به دستور خدا رفت. این آیه قرآنیه که الان اینجا داره بهش اشاره میشه. این یه یاروی بوده، موسی، خدا به موسی گفت برو با این یارو ملاقات کن، اسمش هم بود خضر. مثل این که خدا بهش علم غیب داده. این آیهشه، اینم تفسیرشه. یه چیزایی میدونسته که مثل که موسی حالیش نبوده. حالا نمیدونم اینجا مثل که بحثه که کی داناتر بوده، موسی داناتر بوده، یا این آقا چجوری میشه که پیامبر بوده ولی یه کسی که پیامبر نبوده، نمیدونم چی بوده، ولی یه چیزایی میدونسته که این موسی نمیدونسته. حالا هم تفسیرش، حالا حوصله دارین همینجا پاز بکنین بخونین که تفسیرش چیه. ولی داستان اینه، این یارو یه کسیه که موسی باید باش صحبت کنه چون علم غیب داشته، یه چیزایی ازش یاد بگیره. من پیامبر خداوند هستم و او به من علم اعظم را عطا فرمود. ای موسی، علم اعظم آن است که در انحصار یک فرد در آید و یا مخصوص پیغمبری گردد. در روی زمین کسی هست که خدا او را به علمی بیش از علم تو بهره‌مند ساخته. وقتی اونو پیدا کرد از رو نشانش، طرف بهش گفت که تو نمیتونی صبر کنی ها؟ خب نه، من صبر میکنم. قرارش اعتراض نکنی ها؟ باشه، اعتراض نمیکنم. تو کیستی که در این سرزمین خالی از صلح و سلام نام خداوند بر لبانت جاری است؟ من موسی هستم. موسی، پیامبر بنی اسرائیل؟ بله، پیامبر بنی اسرائیل. ولی شما از کجا میدانی؟ آن کس که تو را نزد من فرستاده مرا آگاه کرد. موسی دریافت که این پیرمرد همان گم شده و مراد اوست. او خضر نبی بود. تو نمیتوانی با من بمانی، چگونه صبر خواهی کرد بر چیزهایی که از آن آگاهی نداری؟ به خواست خداوند مرا صابر خواهی دید و در هیچ امری نافرمانی تو را نخواهم کرد. پس اگر بخواهی پیروی من را کنی، باید پیمان ببندی که از من علت هیچ امری را سوال نکنی تا در نهایت خودم برای تو حکمتش را بگویم، و اگر پیمانت را شکستی از من جدا میشوی. سوار کشتی شدن، اونم تازه به لطف کشتیبان ها دیدن دوتا آدم هم قیافشون ظاهر و صلاحه، به لطف اینا رو سوار کردن. این دید این رفته پایین داره کشتی رو سوراخ میکن. بهش گفت چه کاری داری میکنی و چه کشتی سوراخ؟ با قرار نشد اعتراض نکنی؟ چرا اعتراض میکنی؟ آخه تو داری کشتی رو سوراخ میکنی. چرا او کشتی را سوراخ میکند؟ اکنون همه ما غرق میشویم. ای خضر چه میکنی؟ چرا کشتی پر از مسافر را سوراخ میکنی؟ آیا میخوایی همه ما را غرق کنی؟ آیا جواب مردمی که ورود ما را گرامی داشتند و با ما مهربان بودند این است؟ اگر قول نداری که در کارهای من چون و چرا نکنی، من به تو گفتم که تحمل و شکیبایی لازم را نداری. آه، قولم را فراموش کردم، مرا ببخش. قول میدهم بار آخرم باشد که درباره کارت سوال میکنم. فقط همین یک بار را میبخشم و بار دیگر از تو جدا خواهم شد.
موسی پوفیوز اومده اینجا داره فکر میکنه، سوال میکنه، میگه چرا؟ اینو نگاه کن، بگه تو مثل گوسفند باید دنبال بکنی، جای سوال کردن نیست، تو فقط باید بگی چشم. اسلام و اینا، این پیغمبر خدا بوده هنوز اسلام رو نمیشناخته، میاد میگه ای چرا داری این کارو میکنی؟ منطق رو میخوای بیاری بگی، خردت رو میخوای استفاده بکنی، سوال میگی، الله رو میکشی، عجب آدمیه با این. این چی کاری بود؟ دین اسلام جای استدلال و خرد و منطق و اینا نیست، تو هرچ دیگه یه چیزی هست. الله خود گفته، حتما یه چیزی میدونسته گفته، تو باید بگی چشم، جای حرف هیچ جای هیچی دیگه نیست. اینو نگاهی چه نگاه، حالا تازه ناراحت هم شده، نگاه قیافه شو شیموش رو، یعنی من میدونستم این ببین الله باهات صحبت کرد، تو پیغمبر خدایی، الله گفته این کارو کن، تو یادت رفته؟ چجوری یادش رفته؟ خوشخوش بوده. میدونم ته داستانم خوندی یا نه، میگه ببین پیغمبر جامع نگاه کن عالم رو و اینو بدون من خالقم. منو میشناسی؟ تو سوره الرحمن چجوری معرفی میشه خدا؟ به تمام تعریف هایی که از خدا تو ذهن انسان ها و انبیا و اولیا و خوبا و همه هست، همه رو میذاره کنار، میگه الرحمن، میگه من رحمان دیدم. ببینید من قبول دارم که اگه شما دسترسی داشتین به اطلاعات از خالق هستی، خب و اینو میدونستید که کسی که داره به شما این پیغام ها رو میده و این علم غیبی که این یارو داره، خالق هرچی که هست و یه کسی که علم مطلق داره و آگاهی به همه چی داره، اگه شما میدونید که این دستورها و این پیشنهادها از طرف یه همچین جونوری اومده، خب من برای دیگه برای چی بیام؟ معلومه که میگم خب آره دیگه، ها درست، من اینو قبول دارم. خب ولی مشکل اینه، خب اگه این مشکل اسلام همینه دیگه، خب اگه این خداشون وجود نداشته باشه و اگه اسلام دین الله نباشه، این واقعا طرز تفکر به شدت خطرناکیه. آیا قبول کن، سوال نکن، خردتو بذار کنار، اینجا دیگه دستور اومده دیگه، ساکت، اوکی؟ هیچ فکر نکن، به هیچی فکر نکن، ساکت، اوکی؟ حالا من اگه مسلمون بودم میفهمیدم که خب بله دیگه، این پیغمبر خداست، دسترسی داره، چه میدونم این دستورهای خداست فلان اینا، باید گوش کنم. سوال من این آتئیست های و بی خدایان و غیر مسلمانانی هستن که میان اسلام رو توجیه میکنن، شما که میدونید این خداشون نیست، این اسلام هم واقعیت نداره، یا چی واقعیت یا حقیقت، واقعیت نداره، نمیدونید، نمیفهمید که این چقدر عقیده خطرناکیه که یک سری آدم هایی داره بهشون گفته میشه که بدون استفاده از استدلال و بدون پرسیدن چرا و هیچی، همجوری باید هر چیزی که بهشون میگه قبول کنن، چون این از یک منبع غیر قابل خطا اومده. یعنی بقیه اسلام هم بذاری کنار، همه اسلام هم بذاری کنار، همین دو سه تا آیه اینجا، همین دو سه تا آیه باعث میشه که اسلام به شدت یک عقیده، یک دین خطرناک باشه. همین این، بقیهش هم هیچ. آن کشتی که من سوراخ کردم متعلق به نیازمندانی بود که در دریا کار میکردم و بدون آن زندگی ایشان امکان پذیر نبود، ولی پادشاه ستمگری در این سرزمین حکومت میکند که در جستجوی کشتی های سالم است و آنها را به زور تصرف میکند. من تصمیم گرفتم آن کشتی را خراب کنم تا به صاحبان آن ارفاق و مهربانی کرده باشم و مأموران حاکم به خاطر عیبی که دارد آن را رها سازند. آه خداوندا، من چه کردم؟ مرا ببخش. حکمت تو بیمانند است و من ذره ای ناچیز در برابر علم و قدرت تو هستم. من به خود مغرور شده بودم، ولی اکنون دانستم که هیچ نمی دانم.
من هنوز نمیفهمم کسی که خدا مستقیم داره باش صحبت میکنه چجوری میتونه بیاد فکر کنه که من یه چیزی رو بهتر ببین ما بی خداییم خب، ولی اگه یه روزی به طور مستقیم خالق تمام هستی اومد به من گفت من این جوریه که هست، من نمیام باش بگم بحث بکنم بگم که نه ببین نه ببین یه لحظه کن این پیامبراتون واقعا کسخال بوده قبول کنید اینو. من همه ی عالم رو نگاه کردم، رحمان دید، ولی ما چی میبینیم؟ ما بی‌عدالتی میبینیم، ما نقص میبینیم، ما میگیم اصلا وجود نداره. چرا اینجوری میشه؟ میگه خب ناقص نگاه میکنی، کامل نمیبینی جهانو. من دارم کشتی رو سوراخ میکنم، آخر داستان که این نیست، چرا اعتراض میکنی؟ آخر داستانو میدونی؟ نه. خب چرا نمیپرسی؟ داستانو بپرس، اعتراض نکن. چرا نمیپرسی؟ یعنی چی چرا نمیپرسی؟ این خضر مگه نگفت هیچ شکایتی نکنی؟ جای سوال نیست، خدا گفته. اینا خودشون قرآن خودشون حالیشون نیست، اسلامو بلد نیستن. چرا نمیپرسی؟ حالا اونم تازه پیغمبرم بغل دست کسی بوده که داست جریانو میدونسته، یعنی میدونسته که این حکمت پشت این چی بوده. خب اونم نباید میپرسید. حالا ما که دسترسی نداریم به این علم غیب، ما بیاییم بپرسیم؟ حالا از کی باید ما اینو اصلا بپرسیم؟ حتما میگه از تو باید بپرسیم. فکر کنم همینه جریان. میگه تو خودت یه روزی سوار یک جعبه چوبی بودی، اونم رو نیم. ولی کی نجاتت داد؟ چون ته داستانو نمیدونی داری اعتراض میکنی، اگه بدونی میگه ای والا چیکار کرد. حالا داستان چیه؟ پادشاه میخواد بره جنگ، دنبال کشتی‌های سالم میگرده. اینا کشتیشون سوراخ شده است، وصل پینه کردن. میگه کشتی وصل پینه به درد جنگ نمیخوره، رها میکنه، ولی با کشتی وصل پینه ماهی میشه گرفت. غیر از این که ما ماهیو به تور میندازیم، تو که با تور ماهی نمیگیری. و حقیقتش اینه دیگه، رزاق منم. تو چی فکر کردی؟ تو مغز تک تک ما چند کیلومتر مویرگ وجود داره. میشه بگید چند سانتش اختیارش دست شماست؟ اولین آیه به پیغمبر میگه جهان رو جامع ببین، منم خالقم بابا، رو منم حساب کن، رو علم من، رو حکمت من، رو حلم من، رو قدرت من، تسلط من حساب کن. عالم اینجوری نگاه کن دیگه. ببین حالا اگه بخوای رو علم این الهشون حساب بکنی میدونی چی میشه؟ چون اینا یکی از این داستاناش نمیگن. خب الان این آقا میریه هم اون داستان اصلیشو نمیگه، چون سه تا اتفاق بود. آقا میریه این کشتیه رو داره میگه، اون کارتونه هم یه دیواری رو میگه که ساختن یه حکمتی توش بود، و این کشتیه رو که سوراخ کردن اونم یه حکمتی توش بود، ولی بچه کشیشو نمیگن. این خضره نگاهش میکنی میبینی اصلا یه پدر بزرگ مهربون میمونه، این سر بچه رو زده، یه بچه رو رفته کشته. اینم آیه قرآنش، اینا فکر میکنم دروغ میگم اینها. خب اینجا یکی از این داستاناش این بوده که یه بچه رو رفتن سرش رو زدن، بعد موسی گفته ای چرا داری بچه میکشی؟ گفت این بچه قرار کافر بشه. چه میدونم نه گفت پدر مادرش مؤمنن، ولی این بچه قرار کافر بشه، یه فاجعه میشه برای پدر مادرش، باعث میشه این پدر مادر گناه بکنه. یعنی این پدر بزرگ مهربان، این آقا خضر رو اینجوری میبینی اینجوری کشیدنش مثلا یادمه، مثلا نگاهش کن، مثلا اینجوری فکر میکنی سر بچه میتونه ببره همچی قیافه ای، ولی حالا بگید قرآن گفته این همچی کاری کرده. یعنی اگه دستش میرسید به من که کافر شدم. این علم غیب داشت، این میگه حکمت خدا این بوده که من اگه دست شما به من میرسید، من وقتی بچه بودم، چون قرار کافر بشم، بر اساس حکمت این اللهش اگه بخوای به این اتکا بکنی، اگه بخوای روی حکمت الله حساب بکنیم، آرمین کودک رو باید سرشو زد. منم خالقم بابا، رو منم حساب کن، رو علم من، رو حکمت من، رو حلم من، رو قدرت من، تسلط من حساب کن. عالمو اینجوری نگاه کن دیگه. ولی اگه روش حساب بکن، بچه کشی رو برای توجیه میکنه. ولی وقتی نتونی جامع ببینی عالمو، همش نقصه. اصلا ما چرا قیافمون اینجوریه؟ اصلا من چرا تو این خانواده به دنیا اومدم؟ ما چرا بچه فلان میلیاردر نیستیم؟ چرا فقیریم؟ چرا اینجای جامعیم؟ اصلا ما چرا تو ایران به دنیا اومدیم؟ ابلیس وکیلی این واقعا روش خوبیه برای ساکت کردن مردم ها. یعنی ببین چقدر کاربرد داره این اسلام. اعتراض نکن دیگه، یک حکمتی توش هست. فقیری، بدبختی، حکومت تخمیه، چه میدونم داره بهت ظلم میشه، یه حکمتی هستش مهم روش گیر نده دیگه. خدا خوب دیده که حتما یه دلیلی همه چی هست. ساکت باش، کوتاه بیا.
خیلی اگه این همچه عقیده ای داشت بشه رواجش داد، برای بالا دستی ها خیلی این کاربرد داره. داستان جهان رو کامل بهش نگاه نکنی همش نقص، همش نقص. ولی وقتی جامعه بهش نگاه میکنی، این دونه های پازل که دیدید بعضی از این آرتیستا یه سری کاغذ و چوب و سنگ و اینا رو میچینن یه جایی، میری ظاهر جلو نگاه میکنی میگه این چیه، میگه اینجا نه، زاویه درست وایس، برو اونجا وایس، دهمت برو عقب‌تر، مثلا این تو این زاویه با. حالا نگاه کن یه دمین ای چهره انسانه، میگه تو زاویه درست وایسی، از این چیزایی که من چیدم، از همین چیزایی که وقتی تو زاویه غلط بودی بی نظمی میدیدی یه تصویر منظم. چرا حوصله نداریم جامعه ببینیم جهان کارمون چیه تو این دنیا؟ ببینید حکمت الله من نمیدونم چیه، ولی حکمت ابلیس حتما این هست که شما باید این لایک رو بزنید، یه کامنت هم که حتما باید بذارید، اون زنگوله هر هم باید بزنید، اون زنگوله شیطانه، و پیشنهاد این ویدیو رو حتما بفرستید برای هر کی که میشناسید، به گمراه مردم رو گمراه بکنید، فساد رو رواج بدید. این ویدیو رو حتما برای هر کسی که میدونید، مخصوصا آدمایی که پاک هستن و مسلمان هستن، گمراهشون بکنین با این ویدیوهای من، لطفاً اینا رو به اشتراک بذارید. ممنون.